سلام من آرشم اینجا کانال پرژن پویتریه و اگه دارید من رو میبینید قطعا از علاق مندانه به شعر و ادب پارسی هستید پس دعوتتون میکنم به تماشای تفسیر یک غزل استثنایی از دیوان شمس فکر کنم تمام عاشقان مولانا من جمله شما که اشعارش رو پیگیری کنید و لذت میبرید از مفاهیم نهفته در اشعار مولانا بدونید امروز چه روزی هست امروز معروف است به روز اروس یا روز عروسی نه عروسی زمینی مولانا بلکه عروسی آسمانی او یعنی روزی که بالاخره او به وسال معشوق ابدی و ازلیش میرسه یعنی سال روز مرگ او مرگی که مطمئن نم ها بود که براش بیتابی میکرد چون میدونست وقتی این روز فرا برسه دیگه به وسال دائمی معشوق خودش میرسه بنابراین این هفته رو یعنی از ده دسامبر تا هفت دسامبر رو در قونیه جشن میگیرن دف می, می نوازند و قونیه بر محور عشق چرخان چرخان سماع میکنه به همین دلیل هم به واسطه بزرگ داشت مولانا یک غزل استثنایی از دیوان شمس رو براتون انتخاب کردم که از یکی دو جهت با بقیه اشعار دیوان شمس تفاوت داره دلایلش چیه این که عرض میکنم. دلیل اول اینکه مولانا در سرودن این غزل از قوافی استفاده کرده یعنی از قافیه های استفاده کرده که تا قبل از سرودن این غزل توسط مولانا هیچ شاعری سمتش نرفته بود و با این قافیه ها غزل نگفته بود انگ شدن لنگ شدن بنگ شدن دنگ شدن خرچنگ شدن قوافی بسیار عجیبی هن. و دلیل دوم اینکه پس از مولانا 300 400 500 سال بعد از مولانا فیض کاشانی بیدل دهلوی هم با این قوافی و با این قافیه ها غزل سرودن اما هر کدوم بیشتر از ده یازده بیت نتونستن غزل رو ادامه بدن و نکته عجیب تر این که به خاطر اینکه این, این قافیه ها خیلی خاص هستند غزلی که سرودن بیدل و فیض کاشانی شالوده خیلی مستحکمی نداره یعنی ارتباط معانی بین ابیات اونقدر مستحکم نیست در صورتی که مولانا این غزل رو با 18 بیت سروده و یک پی و اساس و شالوده بسیار محکمی داره این غزل یعنی تمام معانی به هم پیوسته و در خدمت کلامی است که مولانا میخواد بهتون منتقل بکنه و مولانا این غزل رو دیوانوار سروده یعنی اگر شما این غزل رو بخونید کاملا متوجه میشید که اصلا در حال خود نبوده این غزل رو سروده بنابراین چون غزل طولانی من اصلا وقت رو تلف نمی کنم. بریم مستقیما سراغ غزل غزل رو بخونیم و بعد تفسیرش کنیم در غزل 2134 از دیوان شمس یا دیوان کبیر که بارها عرض کردم خدمت مولانا در سرودن دیوان کبیر یک دیوانه کبیر و بزرگ بود میگه نبوت چون این مه در جهانه دل همین جا لنگ شو. از جنگ میترسانیم گر جنگ شد گو جنگ شد. ما این مست ایزدی زان باده های سرمدی تو عاقلی و فاضلی در بند نام و ننگ شو رفتیم سوی شاه دین با جامه های کاغذین تو عاشق نقش آمدی همچون قلم در رنگ شو در عشق جانان جان بده بی عشق نک شاید گره ای روح اینجا مست شو وی ای عقل اینجا دنگ شو شد روم مست روی او شد زنگ مست موی او خواهی به سوی روم رو خواهی به سوی زنگ شو در دوغ او افتاده ای خود تو ز عشقش زاده ای زین بود خلاصی نیستد خواهی به صد فرسنگ شو گر کافری می جویدت ور مؤمنی می شویدت این گوبرو صدیق شو آن گو و افرنگ شو چشم تو وقف باغ او گوش تو وقف لاغ او از دخل او چون نخل شو از نخل او آونگ شو هم چرخ قوس تیر او هم آب در تدبیر او گر راستی رو تیر شو گر کجروی خرچنگ شو است او را زفت و خش هر گونه ای می بایدش. خواهی عقیق و لعل شو خواهی کلوخ و سنگ شو گر لعل و گر سنگی حلا می در سیل بلا با سیل سوی بهر و مهمان عشق شنگ شو بهریست چون آب خزر گر پرخوری نبود مزر گر آب دریا کم شود آنگه برو دلتنگ شو می باش همچون ماهیان در بحر آیان و روان گر یاد خشکی آیدت از بحر سوی گنگ شو. گه بر لبت لب می نهد، گه بر کنارت می نهد. چون آن کند رو نای شو، چون این کند رو چنگ شو. هرچند دشمن نیستش، هر سوی که مستیستش، مستان او را جام شو. بر دشمنان سرهنگ شد. سودای تنهایی مپ از در خانه خلوت مخز شد روز عرض آشغان پیشا و پیشاهنگ شد. آن کس بود محتاج می کو قافل است از باغ وی باغ پرنگور وی گه باده شو گه بنگ شو خاموش همچون مریمی تا دم زند ایسا دمی کت گفت کن در مشغله یار خرانه انگ شو بریم برگردیم خب بلا فاصله بریم سراغ غزل غزل تعداد ابیاتش زیاده و بسیار عمیق من شاید همینجوری هم مجبور بشم خیلی از مسائل رو که همیشه هاشیه میرن نرم به خاطر اینکه پستو سریعتر تمومش بکنیم میگه نو و این مه در جهانه دل همینجا لنگ شو از جنگ میترسانیم گر جنگ شد گو جنگ شو نبت چون این مه در جهان داره با دل صحبت میکنه با روح صحبت میکنه روح که در حال پرواز از این سر به اون سر تا به معشوق کل برسه رسیده جایست مولانا که الان رسیده و به روح و به دل میگه نبت چون این مه در جهانه دل همینجا لنگ شو همینجا جاست. حرکت بیست دیگه به این در اون در نزن دیگه از این مه مهتر در جهان وجود نداره رسیدیم به اصل معشوق کل از جنگ میترسانیم گر جنگ شد گو جنگ شو جنگ چی؟ اشاره کردم داره با دل یا داره با روحش صحبت میکنه اگه شما بدونید عرفا معتقد به این موضوع هستند که جسم ما از خاکه و روح ما از افلاک یعنی از یک جنس نیستند از یک متریال نیستن چون اصلا روح متریال نداره شما میتونید حجم و وزن و جرم جسمتون رو اندازه گیری بکنید ولی روحتون رو نه بنابراین روح رو عرشی و افلاکی میدونن بنابراین این تضاد باعث جنگ بین روح و جسم خواهد شد این تضاد باعث جنگ بین جسم و جان خواهد شد به همین دلیل که جان شما و دل شما گهگوداری به همه جا میتونه سر بزنه، و هر چیزی رو میتونه بخواد. میتونه پرواز بکنه در لحظه و جای دیگه سر در بیاره. اما جسم شما نمیتونه همراهیش بکنه. جسم شما محدودیت داره. همین رو اگر اشل کوچکترش بکنیم میرسیم به جنگ بین عقل و عشق. عشق شما از روح شما سرچشمه میگیره و عقل شما از جسم شما بنابراین این دو همیشه در تضاد هستن با هم همون دو پادشاهی که من بارها گفتم و عرض کردم در یک اقلیم نمی گنجند و همیشه ترجیح مولانا این بوده که عقل رو در بند بکنه یعنی جسم رو در بند بکنه و جان رو رها بکنه خاطر اینکه جسم محدودیت داره ته ته توانش اینه که بدوه ولی دل و روح پرواز میکنه عشق هم همین گونه است برای همین هم هست که شما دلتون چیزهایی رو میخواد که جسمتون نمیتونه حتی تصورش بکنه به همین دلیل این دو همیشه با هم در تضادن و اینجا داره میگه از جنگ میترسانیم گر جنگ شد گو جنگ شد من از جنگ نترسون میخواد جنگ بشه میخواد بین دل و عقل جنگ بشه عاشق مگه از جنگ در میره عاشق جنگجو نیست یعنی جنگ طلب نیست جنگ ستیز اما اگر جنگی برای عشقش در بگیره پا پس نخواهد کشید و نمیترسه شما در وجود عاشق ترس نمیتونید ببینید همان گونه که در وجود یک مست نمیتونید ترس ببینید چرا این اتفاق میفته نمیدونم دقت کردید به بچه ها یا نه بچه نوزاد رو شما در یک شیشه در ارتفاع هم قرار بدید چهار دست و پا روش حرکت میکنه ممکنه این شیشه رو شما مثلا توی آپارتمانی باشید که کفش چه چند ده متر از زمین فاصله داشته باشه بدون اینکه به ترس رو رو چار دست و پا رو میره در صورتی که آدم بزرگ ممکنه به سختی روی اون بره از ترس به خاطر اینکه اون بچه هنوز عقلش تکامل پیدا نکرده و درکی از مفهومی به نام خطر و ترس نداره وقتی که این عقل رشد میکنه مفاهیمی به, ع... به اسم, خطر به اسم آفیت طلبی اینا رو یواش یواش در شما تعبیه میکنه بنابراین به همین جهت هم هست که مولانا همیشه عقل رو در بند میخواد و میخواد عقل رو از بیخ و بسوزونه چون معتقده که عقل آفیت اندیشه مسلحت طلبه نمیذاره تو خطر بکنی نمیذاره وارد ورته ای بشی که توش سوز و گداز هست توش غلیان و جوشش هست عقل همیشه جلوی تو رو میگیره و نمیذاره به این تجربه دست پیدا بکنه اینجا هم داره میگه وقتی کسی عاشق میشه یعنی از اون دو پادشاه در یک اقلیم یعنی عشق و عقلی که همیشه با هم در سر ستیز سر ستیز دارن عشق پیروز شده و تمام شده عقل مغلوب شده بنابراین فقط عشق مونده عاشق نمیترسه چون عقلی نداره که بترسه عرض کردم مثل مست ها چرا مثل مست در بیت بعد میگه ما این مست ایزدی زان باده های سرمدی تو عاقلی و فاضلی در بند نام و ننگ شو باده سرمدی یعنی باده ابدی اشاره میکنه به اینکه خداوند این شراب محبتش ابدی و ازلی است در روز ازل گل انسان رو با همین شراب عشق درآمیخت و انسان ازش زاده شد و پس از اون هم به عاشقانش دائما سبو سبو می مینوشانه. میگه ما این مست ایزدی زان باده های سرمدی چرا نمیترسیم؟ چون عاشقیم و سرمستیم مستیم از چی؟ از باده های سرمدی از اون باده های عبدی عاشق نیست شما بدونی اگر عاشقش باشی سبو سبو بهت دریا دریا بهت می نوشانه و تو همیشه سرمستی همیشه مستی بنابراین هیچ وقت نمیترسیم و میگه تو عاقلی و فاضلی در بند نام و ننگ شد این نام و ننگ و ننگ و, و نامی که بارها عرض کردم در ابیات مختلف در اشعار حافظ خوندم در غزلیات مولانا خوندم ننگ و نام دو اسم متضاد هستن نام یعنی کسب نام نیک و شهرت ننگ هم که خب مشخصه دیگه یعنی در تضاد اما ننگ و نام وقتی در کنار هم میان باز هم یک معنی رو میدن یعنی کسب شهرت کسب نام کسب مقام جذب نام و دفع ننگ خب سرانجام این میشه چی؟ میشه منفعت طلبی دیگه شما اگه دنبال ننگ و نام باشی دنبال شهرت باشی دنبال مقام باشی نون آب داره دیگه غیر از اینه میگه تو ما رو نمیفهمی اگه جنگ میشه بگو جنگ بشه شماها رو نمیفهمید من عاشقم عاشق یک باده ابدی و ازلی هستم بنابراین سر مست هستم هیچ وقت ترس ندارم اما شمایی که عاقل و فاضل هستید شما که اهل فضل هستید اهل عقل هستید خودتون رو عاقل میپندارید عقل صرف دارید و عقل و فضل خودتون رو اصیل میشمارید شما درگیر کسب نام و ننگ و منفعت و شهرت و مسلحت و عافیت طلبی هستید تو عاقلی و فاضلی در بند نام و ننگ شو برو دنبال ننگ و نام ببین چه شکلی تو رو در بند و اسیر میکنه در بیت سوم میگه رفتیم سوی شاه دین با جامعه های کاغذین تو عاشق نقش آمدی همچون قلم در رنگ شد رفتیم سوی شاه دین شاه دین خداوند رو میگه معشوق کل رو میگه کسی که شما هر خواسته ای داری باید از او بخوای با جامعه های کاغذین این جامعه کاغذین سرش حرف جذابم هست بدونید ببینید الان هم از یک مدیری مسئول انسان رده بالایی چیزی شما میخوای درخواستی داری یه درخواست ریزی می نویسی یه نامه یه عریضه چیزی می نویسی و میدی به رئیس دفترش که بهش بده اکثر اوقات هم جواب نمیدن به دستش نمیرس اصلا توجهی هم بهش نمیکنه میمونه یه گوشه سالها خاک میخوره برای الان هم نیست ها، یعنی مختص الان نیست از گذشته هم بوده که به جامعه های کاغذین رسیده در گذشته هم همینطوری بود کسی که بهش ظلم میشد برای تظلم خواهی یک عریضه می یک نامه ای می, می داد به دربار بدن بشین. یه فکری به حال این بنده خدا بکنه اکثر اوقات اصلا به پادشاه نمیرسید که اینو بخونه وقتی به این نقطه میرسید عرصه بهشون تنگ میومد عرصه به کسی که به ظلم شده یا درخواستی داشت تنگ میومد کارت به استخونش میرسید جانش به لبش میرسید یک جامعه از کاغذ میپوشید و همش رو پر می میکرد یعنی یک لباس میپوشید از کاغذ و در تک تک نقاط این درخواست هاش و تزلم قایش رو مینوشید و توی خیابون راه میافتاد بره به سمت دربار پادشاه و هر کی که میدیدش اگه کسی هم اطراف بود که همین به همین نحو بود همه خواسته ها جمع میشد کنار هم و همه میمنن یک حجمه اینجا میکردن و این باعث میشد که پادشاه یا حالا در دربار پادشاه این رو ببینن و یه پاسخی بهش بدن بالاخره چون تاثیرش از یه ورق نوشته زیادتر بود برای همین جامعه کاغذین بود یک لباسی از کاغذ بود در بعضی از مناطق هم حرکت جالب دیگه این میکردن یک کلاه حسیری سر میکردن و بعد او رو آتیش میزدن چون آتیش میرفت به سمت بالا آسی به سر طرف نمیخورد ولی جلب توجه میکرد قشنگ میدیدن از عقب... عقب یکی داره از سرش دود بلند میشه و بالاخره بهش توجه میکنه یعنی روش جلب توجه بوده میگه ما وقتی میریم پیش خداوند سر تا پامون نیازه جامعه کاغذین هستیم همه وجودمون از بالاترین نقطه بدن تا پایین ترین نقطه بدن از اعماق وجود و از ته قلب و جسم و جان عاشق خداوند هستیم و دلمون میخواد که نزدیکش باشیم و از او درخواست داریم که ما رو در درگاه خودش بپذیره این شکلی میریم سمتش ولی تو عاشق نقش آمدی ولی تو دنبال نقشی پس همچون قلم در رنگ شو این نقش یعنی تو دنبال موقعیتی یه روز مجیز اینو میگی یه ای روز مجیز اونو میگی یه روز تملق اینو میکنی یه ای روز تعریف اونو میکنی دائما در حال رنگ عوض کردنی ما اون قلم رو زدیم در دوات و باهاش یک جامعه کاغذین رو پر از درخواست از خداوند کردیم ولی تو اون قلم رو در رنگ میزنی و با اون رنگ خودت رو نگارین میکنی و هر روز نقش عوض میکنی و رنگ عوض میکنی پس چون عاشق نقش آمدی همچون قلم در رنگ شو ولی بازم به نتیجه نمیرسی چرا؟ در بیت چهارم میگه در عشق جانان جان بده بی عشق نک شاید گره ای روح اینجا مست شو وی ای عقل اینجا دنگ شو در عشق جانان جانان که همون معشوق کل معشوق ابدی و ازلی است میگه در عشق او جانت رو فدا بکن بی عشق نک شاید گره تضاد عشق و عقل رو یادتون هست میگه فکر نکن میتونی با عقل هر گره ای رو باز کنی و با عقل وقتی سراغ بعضی از گره ها میری اصلا این میمونه که میخوای با دندون گره رو باز کنی در صورتی که اونجوری باز نمیشه فقط با عشق باز میشه علت اینکه این رو میگه این منظورش اتصال دائم به معشوق هست یعنی توسل به خداوند هست برای حل مشکلات حتی اگر تظلم خواهی میخواهید بکنید حتی اگر دچار بحرانی شدید که با هر فکری هم نمیتونید به راه حلش برسید میگه بی عشق نک شاید گره اگر متوسل نباشید به معبود و به معشوق کل ممکنه نتونید با عقل این گره رو باز بکنید چرا چرا معتقده که عقل توانایی کامل در گشودن این گره ها نداره من دارم صرفا کلام مولانا و دیدگاه مولانا رو منتقل میکنم ممکنه این با زندگی امروزی در تضاد باشه میگه عقل البته این بخشش بخشی که در تضاد نیست یعنی مثالی میخوام براتون بزنم که بهتر درک بکنید چرا این رو میگه در جهان امروزی خب عقل پاسخگوی عقل و علم پاسخگوی بسیار از مشکلات بشر هست اما یک نکته فلسفی این بین هست عقل فقط توانایی حل معضلاتی رو داره که قبلا تجربهش کرد. اصلا وقتی که شما با یک پدیده مواجه میشید وقتی میخواید براش دلیل هم بیارید به دلیل هایی مراجعه میکنید که قبلا ازش علم داشته باشید یعنی به دلیل های جدید حتی فکر نمیکنید اگر خاطرتون باشه نمیدونم پیگیری میکنید منو یا یعنی نه داستان توتی و بقال رو که در مصنوی دارم پیگیری میکنم دقیقا مولانا این رو سفت و سخت به این موضوع اشاره میکنه که هر معلولی یک علت نداره ممکنه شما یک پدیده رو ببینید ولی نمیتونید همیشه تخمین بزنید که فقط به یک دلیل این اتفاق افتاده ممکن دلایل دیگری هم داشته باشه که از چشم شما پنهان باشه چون قبلا باهاش برخورد نداشتید من اگه اینو بگیرم دستم خب الان میدونم این چیه این تبلته ولی اگر این رو به بشر دیویز سال پیش نشون میدادید سکته میکرد به خاطر اینکه اصلا قدرت آنالیز این رو نداشت یعنی این عقل تا حالا تجربه برخورد با یه همچین مسئله ای رو نداشت بنابراین اینجا هم داره مولانا به این موضوع اشاره میکنه میگه عقل تواناییش در حل برخی از گره ها محدود هست به خاطر اینکه خود عقل محدود هست چون همه چیز رو باید به بوته آزمایش بذاره اگر به پدیده ای برخورد بکنه که قبلا در محیط آزمایشگاهی کاملا بررسیش نکرده باشه حالا این آزمایشگاه میتونه آزمایشگاه میتونه یه لابراتوار باشه یا نه میتونه بوته آزمایش ذهنی بوده باشه و تجربه بوده باشه به همین دلیل داره میگه در عشق جانان جان بده بی عشق نک شاید گره اگر تو معتقدی برگم از درخت نمیفته بدون ازن خداوند بنابراین مشکلی هم پیش نمیاد بدون اینکه خداوند بخواد بنابراین راه حلش رو هم باید از او بخوای با قلم شدن در رنگ و نقش عوض کردن و درخواست کردن از آدم ها و مجیز گفتن آدم ها و دم به ساعت ماسک های مختلف رو عوض کردن بر صورت برای کسب منفعت خیلی از مشکلات رو شاید نتونی حل بکنی بنابراین ای روح اینجا مست شو وی ای عقل اینجا دنگ شو یعنی زمانی که میرسی به درگاه معبود ابدی و ازلی معشوق کل روح همین مست شو وی ای عقل اینجا دنگ شو دنگ شدن یعنی مدهوش شدن از دست دادن عقل و هوش بی خود و بی حواس شدن اونجا به عقل میگه دست شما درد نکنه تا همینجا همراه ما بودی کافیه قربون دستت اینجا دنگ شو اینجا جایی که دیگه من به تو کاری ندارم اصلا تو رو نیازت هم ندارم در بیت پنجم اشاره میکنه به یکی از ضرب های مصطلح ما فارسی زبان ها یا رومی رومی یا زنگی زنگی ما زمانی این استفاده میکنیم که یه نفر تصمیم نمیگیره یعنی میانه یک تصمیم استاده برای اینکه حالا منفعت طلبی بکنه افیت اندیشی بکنه هیچ وقت جهت گیری نمیکنه وسط یه تصمیم, تصمیم و این میشه تصمیم اعلام نمیکنه و نمیگیره بهش میگیم دیگه یا رومی رومی یا زنگی زنگی دیگه یا اینوری یا اونوری یه تصمیم رو بگیر دیگه حالا از کجا زایده شده رومیان سفید رو بودن زنگی ها سیاه چرده و سیاه رو بودن یعنی یه سفید سفید یا سیاه سیادی خاکستری با این است اون وسط که اینجا داره میگه شد روم مست روی او شد زنگ مست موی او میگه روی معشوق سفیده و ظلف معشوق سیاهه بنابراین اگه رومی باشی سفید باشی اهل سفیدی باشی عاشق روی او میشی اگه زنگی و سیاه باشی هم بازم عاشق زلف او میشی خواهی به سوی روم رو خواهی به سوی زنگ شو این اشاره مستقیم به موضوعیت داشتن معشوق کل یعنی خداوند میکنه میگه فرقی نمیکنه مدل دیگه ای هم میشه این رو تفسیر کرد که عرض میکنم اگر شما بپذیرید که در این مصرع از این غزل داره میگه تفاوتی نمیکنه با چه دیدگاهی و با چه نژادی و با چه رنگی و با چه علقه ای دارید بهش نگاه میکنید همه تون دلیل برای عاشق شدن به معشوق کل دارید فقط کافی درست نگاش کنید در ادبیات عرفانی ما این رو به نحوه دیگه هم میشه تفسیر کرد در ادبیات عارفانه ما معشوق روی روشن یا گهکداری سرخی داره اما زلف تیره ای و زلفش به خاطر تیره بودن معشوق تیره بودن زلف معشوق باعث کفر هست و روی او باعث ایمان بنابراین مؤمن میره و این زلف رو کنار میزنه این پرده رو کنار میزنه و رو رو میبینه و عاشق اون سپیدی میشه اما کافر به زلف کفایت میکنه به زلف راضی زلف رو میبینه و کفر در حقیقت معشوق نصیبش میشه حالا از چه جهت این رو ارز میکنم خود حافظ هم در رابطه با این غزلی سروده بود کفر زلفش رهدین میزد و آن سنگین دل از پیش مشعلی از چهره برف روخته بود اون زلفش کفرالود بود ولی اون چهرهش رو شما اگر میدیدی اسیر اون چهره می شدی و ایمان می آوردی بهش و عاشقش می شدی دیگه کافر نمی بودی. اینجا هم اگر این تضاد رو بگیریم یعنی رومی رو بگیریم کسی که عاشق چهره معشوق میشه یا ایمان میاره و زنگی رو به واسطه سیاه بودنش که عاشق زلف معشوق میشه بگیریم کافر کسی که کافر هست و کفر میورزه به حضرت معشوق کل به خداوند میگه حتی کسی که انکارش هم میکنه درگیر اوست ببینید چقدر مهمه اولا این رو بهتون داره میگی که شما باید همبستگی داشته باشید اینطوری نیست که اگر شما به یک روش میرید به سمت خدا همه به اون روش برن خواهی به سوی روم رو خواهی به سوی زنگ شو فرق نمیکنه به تعداد انسانهای روی زمین راه برای رسیدن به خدا هست بنابراین هیچ بنی بشری حق نداره به بقیه فشار بیاره که روش من درسته به روشی که من به ماجرا نگاه میکنم باید نگاه بکنید اصلا اگه بهشون چیزی که من میگم به زور خرتون رو میگیرم و میبرمتون توی بهشت از این خبرها نیست اتفاقاتی که امروز زیاد میفته به تعداد انسانها راه برای رسیدن به خدا هست چون به تعداد انسان ها چهره های مختلف از معشوق دیده میشه حتی اینجا اگر این شکلی قیاسش بکنیم داره میگه اگر شما ایمان داری به این معشوق کل که خب عاشقش اما حتی اگر کافرم هستی او موضوعیت دارد چون داری راجع به او صحبت به او کفر میورزی بنابراین موضوع و محل بحث اوست در بیت بعدی میگه در دوغ او افتاده ای خود تو ز عشقش زاده ای زین بود خلاصی نیستد خواهی به صد فرسنگ شد در دوغ او افتاده ای رو من در بعضی از نسخه ها در یوغ افتادی هم دیدم یوغ غلط دوغ درسته از این تعبیر جای دیگه ای هم استفاده کرده بود عرض کرده بودم خیلی. من تو دیوان شمس زیاد استفاده که به دوغ دیو در افتی دریق آن باشد این به دوغ افتادن یعنی اسیر شدن در تله افتادن گیر کردن داشت توی بیت قبلی میگو فرق نمیکنه تو چه کافر باشی به او و چه مؤمن باشی به او باز هم اسیر اوی تو داری راجع به اون صحبت میکنی تو داری در رابطه با قبول او یا رد او صحبت میکنی بنابراین اون موضوعیت داره فقط امروز میفهمی و این زلف رو میزنی کنار زودتر به اون روی سپید میرسی ممکنه طول بکشه تا به این نتیجه برسی ولی بالاخره میرسی چرا؟ چون در دوغ او افتاده ای چون تو اسیر اونی چرا؟ خود تو ز عشقش زاده ای بین عرفا این مرسوم هست میگن انسان زائیده عشق خداوند به خودشه زمانی که هنوز انسان رو خلق نکرده بود جمالات خودش رو دید و عاشق خودش شد و زمانی که معشوق کل خداوند عاشق خودش شد نتیجه این عشق شد انسان زایش انسان اینجا هم تره میگه خود تو ز عشقش زاده ای فرق نمیکنه الان قبولش میکنی یا نه بهش ایمان داری یا بهش کفر میورزی یا نه اون با عشق به خودش تو رو زاییده بنابراین در دوغ او افتاده ای بنابراین اسیر او هستی تا انتها زین بوت خلاصی نیستد ولی خب عارف که از بوت پرستی صحبت نمیکنه که مسلما وقتی بوت داره میگه بوت همون معشوق کل هست میگه از این بوت از این معشوق کل خلاصی نداری چه بهش کفر ببرزی چه ایمان داشته باشی بهش خواهی به صد فرسنگ شد هر چقدر هم میخوای خودتو از این معشوق دور کن از خداوند دور کن تا جایی که میتونی برو دور شو بالاخره یه جا دستتو میگیره بالاخره یه روزی متوجه میشی که اینطوری که فکر میکردی نبود حتی اگر زنگی باشی و فقط فریب زلف رو خورده باشی و کافر شده باشی کفر ورزیده باشی به معشوق کل اینجا داره میگه جامعیت داره لطفه او در بیت هفتم به یک موضوع مهم اشاره میکنه اگر کافری میجویدت ور مؤمنی میشویدت این گو صدیق شو آن گو برو افرنگ شو اشاره میکنه به یک موضوعی ببینید بارها عرض کردم کافر در کلام مولانا صرفا یک غیر مسلمان نیست به یک حق ستیز میگه کافر و خب بنابراین مؤمن هم در کلام مولانا صرفا مسلمان نیست چون اگر برداشت بکنیم از این بیت مؤمنی میشویدت یعنی زمانی که میمیری جنازت رو اگر یک مؤمن میاد میشوره اگر به این دقت بکنید هم در دین اسلام و هم در دین مسیحیت مرده ها رو شستشو میدن در صورتی که از نظر مسلمانان متعصب مسیحیان کافر هستند بنابراین اینجا صدق نمیکنه به همین دلیل که ارز میکنم مؤمن در کلام مولانا یعنی کسی که ایمان داره به وجود معشوق کل کافر هم به کسی میگه که پوشاننده حق و حق ستیز هست جدره میگه گر مؤمنی میشویدد گر کافری میجویدد ور مؤمنی میشویدد این گوبر و صدیق شو آن گوبر و افرنگ شو افرنگ چندین معنی داره یکیش تخت پادشاهی هست و اون معنی که فکر میکنم اینجا مورد نظر هست افرنگ به فرنگستان میگفتند یعنی به همون غرب به فرنگ میگفتن افرنگ داری میگه اگه کافر سراغ تو رو میگیره تو رو میجوید و یا یک مؤمن تو رو میشوید من این بیت رو با این مضمون هم دیدم گر مؤمنی میشوردت چون معنی شورانیدن با شست و شو فرق میکنه در هر دو قسم میشه این رو تفسیر کرد اگر میشوردت باشه یعنی اگر مؤمنی داره تو رو به تشویش میده به استراب میده و ازت میخواد تو رو میشورانه برای انجام کاری تو رو منقلبت میکنه برای انجام یک کاری هدایتت میکنه برای انجام یک کاری این گو یعنی به مؤمن بگو برو صدیق شو صدیق به معنای غمگسار و دوست هست آن گو برو افرنگ شو آن به کافر داشت میگفت دارم. یا حتی اگر بر معنای شستشو هم برداشتش بکنید میگه یه مؤمن میاد و تو رو شستشو میده هنگام مرگ بهش بگو صدیق من باش غمخوار من باش غمگسار من باش دوست من باش وان گو برو افرنگ شو به اون کافر هم بگو برو در فرنگ تو هم به مسیر خودت برو جلو ستیز نکن باهاش مقابله به مثل نکن باهاش چون او هم قطعا به روش خودش در انتها به خداوند خواهد رسید بنابراین حکایت همون زربول مثلا که میگن ایسا به دین خود موسا به دین خود جنگی با هم نیست مگه اینا همه پیغمبر نبودن چرا الان همه ادیان با هم جنگ دارن اینجا داره به همین موضوع اشاره میکنه میگه اگه اونه بگو برو افرنگ شو برو فرنگ برو تا به مسیر خودت برس به خدا و اگر مؤمنی بالا سرت بود بهش بگو تو بیا صدیق من شو اگه تو مؤمن هستی و ایمان داری بهش بگو تو برای من غمگسار باش و صدیق باش در هشتم بهتون نشون میده که اگر خوب نگاه بکنید همه جا او رو میبینید و همه جا او رو میشنوید میگه چشم تو وقف باغ او گوش تو وقف لاغ او از دخل او چون نخل شو و از نخل او آونگ شو خیلی جذابه میگه چشم تو وقف باغ او میگه اگه تو چشمت رو درست وقف کنی وقف باغ و زیبایی او بکنی همه جا او رو میبینی منظورش این دوتا چشم روی صورت نیست از اینه که اگه تو با چشم دل ببینی همه جا او رو میبینی در تمام رنگ های عالم و مخلوقات عالم نقشی از او میبینی بنابراین چشم دلت باید وقف باغ او باشه و گوش تو وقف لاغ او لاغ یعنی زریف گویی شادی و نشاط میگه اگه گوش جان هم بسپوری بهش چیزی به غیر از زریف و نشاط او کسب نمی کنی بنابراین تو چشم و گوش جانت رو وقف او کن اتفاقی که میفته اینه که از دخل او چون نخل میشی دخل یعنی چیزی که به انسان داخل میشه میگه از دخل او چون نخل شو از کسب معنویات از او مثل یک نخل پروار و تنومند شو همینجوری نمیتونی باید پایه و ریشه معنویات رو درون خودت قویتر بکنی ریشه به دون همه جا چجوری؟ با کسب فیض از معشوق کل میتونی به این برسی بنابراین از دخل او چون نخل شو از چیزی که از او به تو میرسه مثل یک نخل تناور شو و اگر از این طریق تناور شده باشی و رشد کرده باشی با معنویاتی که از او حاصل شده رشد کرده باشی از نخل او مثل آونگ میشی مثل رتب و مثل خرما که شیرینه و از نخل آویزون میشه میگه زمانی که این شکلی رشد بکنی همون میوه شیرین رو میدی و مثل رتب از نخل او آونگ میشی و تاب میخوری بیت نهم رو استثنایی سروده به همین دلیل ارز میکنم دیوانوار سروده این غزل رو میگه هم چرخ قوس تیر او هم آب در تدبیر او گر راستی رو تیر شو گر کجروی خرچنگ شو شالوده کلی این بیت و مفهوم کلیش اینه که تو چه در سرات مستقیم بری و چه کجروی بکنی از مسیر بیرون بزنی باز هم میرسی در جهانی که همه چیز در ید قدرت اوست و گوشه گوشه عالم نقش اوست نمیتونی بیرون بری به هر طریقی بری میرسی لطف او جهان شموله حتی اگر انکارش بکنی حتی اگر مخالفت بکنی حتی اگر در بری ازش باز هم در دوغ او افتاده ای باز هم اسیر او هستی باز هم اسیر محبت او هستی که حالا عرض میکنم چرا میگه هم چرخ قوس تیر او چرخ گردون رو میگه آسمان ها رو میگه میگه دیدی خمه به خاطر این خمه که معشوق کل با او شلیک میکنه تیرش رو تیرش کیه همون مؤمن کسی که ایمان داره به وجود او کسی که عاشق خداوند هست اگر از نفسانیت لاغر باشه از هوای نفس لاغر باشه مثل تیر راسته بنابراین خدا این آسمان ها رو قوس داده و گرد کرده به خاطر اینکه باش کمان, شل... کمان درست کرده که بنده عاشق خودش رو شلیک بکنه به سوی عرش حالا گر راستی رو تیر شد گر کجروی خرچنگ شد خرچنگ رو دقت کردید نمیتونه صاف را بره همیشه یه وری را میره کج میره میگه نمیخوای از اون مسیر بری کجروی نمیخوای از مسیر صاف بری فرقش در زمان رسیدنشه بالاخره یه روز بهش میرسی بالاخره یه روز متوجه میشی که هرچی باید میخواستی باید از اون میخواستی و هرچی هم که میخوای او باید بد بده منبع و معخذ عالم هستی اوست بنابراین حتی اگر کج رویه بی نداره خرچنگ شو خرچنگ رو دیدید کج روی میکنه کج راه میره تا به دریا برسه در مصر اول میگفت آب هم در تدبیر اوه. تو چه از مسیر آسمان بخوای بری چه از مسیر زمین از دریا بخوای وارد این بحر و دریای عشق و محبت بشی هیچ فرق نمیکنه با اون میتونی مثل تیر شلیک شی حتی اگر کج رویه بی نداره از زمین برو دیرتر میرسی حتی اگر خرچنگ وار کجکی را بریم. در بیت دهم ده یک اشاره مستقیم میکنه به یک موضوع مهم این اینکه اگر این همه تفاوت بین بشر هست این همه عقاید مختلف هست این همه تضارب آرا هست خود خداوند میخواسته که این گونه باشه نیازی به این همه تعصب نیست نیازی به این همه مجادله نیست نیازی به این همه شاخ کشیدن نیست نیازی نیست تعصب داشته باشیم رو عقایدمون خدا میخواسته که این تفاوت باشه ولی اگر او رو عالم و قادر مطلق میدونید نمیتونست همه رو یه مدل آفرینش بکنه نمیتونست یه کارخونه و یه خط تولیدی داشته باشه همه رو یک سری ردیف بکنه قطعا میتونست خودش میخواد که این گونه باشه میگه است، او را زفت و خش هر گونه ای میبایدش خواهی عقیق و لل شو خواهی کلوخ و سنگ شو زفت به معنای تناور و گسترده و فربه هست زفت نخونیدش یه وقتا دیدم زفت هم جای خونه زفت به معنای بدخلاق و ترشوه هست اینجا میگه ملکی است او را زفت و خش جهانی که او خلق کرده زفت تناور و گسترده است و خشه خوشه خوش نوشته میشه خش خونده میشه و میگه هر گونه ای میبایدش از هر مدلی باید توش باشه خودش میخواسته اینجوری حالا تو خودت میتونی انتخاب بکنی خواهی عقیق و لل شو میخوای جواهر باش خواهی کلوخ و سنگ شو میخوای سنگ باش این به شما نشون میده اگر شما خودتون رو عقیق و لعل فرض میکنید و کسی رو کلوخ و سنگ فرض میکنید دلیل بر این نمیشه که او خلق خدا نیست خدا میخواسته که او با اون تفکر زایده بشه و اون شکلی زندگی بکنه بنابراین شما نمیتونید حتما تایید بکنید روش شما برای رسیدن به خدا درسته و روش او غلط و باها شروع به ستیز کردن بکنید و در بیت یازده هم به بهترین شکل این رو براتون تصویر میکنه میگه گر لعل و گر سنگی حلا میغلط در سیل بلا با سیل سوی بحر شو مهمان عشق شنگ شو عشق شنگ یعنی معشوق خوش چهره و خوش حرکات در بیت قبلی داشت میگفتش که در این جهان گسترده میخوای لل باش میخوای سنگ باش گرس... گر, گر لل و گر سنگی حالا میغلط در سیل بلا وقتی سیل خداوند بیاد همه رو میبره نگاه نمیکنه چی وسطش نگاه نمیکنه این عقیق اون کلوخه همه رو در بر میگیره و خودش میبره بنابراین حتی اگر سنگ هستی با سیل سوی بحر شو وقتی سیل محبت خدا جاری میشه بیفتوش توش زنان قلب زنان برو به سمت دریای محبت الهی مهمان عشق شنگ شو مهمان این معشوق خوش چهره خوش حرکت شو نشون میده که خداوند لطف عام داره من یه غزلی از مولانا تفسیر کرده بودم که داشت با خدا مناظره میکرد با معشوق مناظره میکرد جایی معشوق ازش میپرسه گفتا چه عزم داری میگه گفتم وفا و یاری گفتا زمن چه خواهی؟ گفتم که لطف آمد اونجا به این موضوع اشاره کردم که مولانا معتقد نیست که خدا لطف خاص داره ولی خب اگر اینطور بود وقتی به درگاه خدا رسیده منطقا این بود که بره ازش اون لطف خاص رو بخواد دستات که این گونه فکر نمیکنه اون معتقده که خداوند به تمام مخلوقاتش به یک اندازه عشق میورزه و به همهشون محبت داره ممکنه کسی به صورت ویژه این محبت رو درک بکنه و دریافتش بکنه اما معنیش این نیست که خدا صرفا به او توجه ویژه ای داشته خدا لطف عام داره به همه مخلوقاتش لطف داره و عشق میبرزه جهان شموله به همین علت هم هست که میگه اگه لعلی اگر سنگی حلا یعنی ها های هی میغلت در سیل بلا هرچی باشی میغلتوندد میبردت توی بحر رسیدی به بحر با سیل سوی بحر شو با این سیل محبت که رفتی در دریای محبت معشوق تازه میتونی مهمان عشق شنگ شی مهمان معشوق جذاب و خوش حرکت و خوش چهره بشی در بیت دوازدهم این بحر و دریایی که در بیت قبلی براتون شهر داد که هر گونه ای هستید لل و کلوخ و سنگ هستید میرید داخلش و میتونید اونجا مهمان عشق خدا بشید این دریا رو براتون شرح میده که چی است؟ است چون آب خزر یا خزر گر پرخوری نبود مزر گر آب دریا کم شود آنگه برو دلتنگ شو زیباست این آب خزر یعنی آب حیات حالا چی هست ارز میکنم راجب خزر که من بسیار توی عبیاتی که براتون تفسیر کردم براتون صحبت کردم مفصلن یکی از بندگان سال خدا بودی که به واسطه خلوص بسیار زیادش توانایی های ویژه ای داشته و عمر جاویدان هم داره حالا عرض میکنم خدمت در روایات اومده که زلغرنین یه حاکمی بوده که حالا مفصلا به اینها خواهم پرداخت در شاهنامه خیلی هم معتقدن زلغرنین همون کورش بوده بنا به دلایلی من اینجا بازش نمی کنم. در شاهنامه که می دارم پیگیری می کنم قطعا به این بخش که برسیم خواهم پرداختش. زلغرنین متوجه میشه همین پادشاهه متوجه میشه که یه چشمه آبی هست که اگر کسی از این چشمه آب بنوشه حیات جاویدان و عمر جاویدان پیدا میکنه بنابراین خزر رو صدا میکنه به همراه کس دیگه میگه برید اینو پیداش بکنه خزر یه آدرس هایی داشته میرن پیگیری میکنن و یک بار هم سفر میکنن رو پیدا نمیکننش زلغرنین بر میگرده و به سفر دوم نمیرسه و از بین میره اما خزر این چشمه رو پیدا میکنه و این آب خزر یا همون چشمه حیات به همین دلیل هست چشمه حیات جاویدان و زندگی ابدی هست میگه این دریایی که اگر وارد این دریای عشق و محبت خداوند بشید مهمان عشق شنگ میشید مهمان این معشوق خوش چهره میشید بهریست چون آب خزر یا خزر هر دو طرف میتونید بخونش به واسطه یه حفظ وزن شعر میگه دریایی از آب حیات از عمر جاویدان گر پرخوری نبود مزر میگه این آبو اگه زیاد بخوری ضرر برات نداره نام دقت کردید یا نه توی تمام توی مباحث پند و ای که عرفای ما و شاعرای ما داشتن یکی از مواضعی که همیشه راجبش بهش میپردازن اینه که پرخوری خوب نیست و برای اینکه یک مثال ساده تر بزنن میگن آب رو هم زیاد بخورید میمیرید یعنی اون هم که زلاله اون رو هم زیاد بخورید از بین می میرید حتی کسی که بیماری استسقا داره یعنی هیچ وقت تشنگیش رفت نمیشه انقدر آب میخوره که میمیره ولی میگه این آب با اون آب فرق میکنه با آب شور دریاها ها فرق میکنه این آب مثل چشمه حیات میکنه. گر پرخوری خوری نبود مزر. هر چقدر هم بخوری ضرر نداره گر آب دریا کم شود آنگه برو دلتنگ شو میگه تو بیفت تو این دریا از این حاضر بشو با این سیل بلا این سیل محبت خداوند راهی این آب بشی از این آب بنوش اگه این آب کم شد اون وقت برو دلتنگ شو مگه آب دریا کم میشه در بیت سیزدهم میگه میباش همچون ماهیان در بحر آیان و روان گر یاد خشکی آیدت از بحر سوی گنگ شو گنگ به معنای رود هست قاعدتا مسیر همیشه اینجوری که آدم از رود میره به دریا حالا اینجا قضیه چیه میگه مثل ماهیان باش این این فعلی هم که اینجا استفاده کرده فعل عجیبیه که کسی به غیر از مولانا استفاده نکرده آیان یعنی همیشه آینده روان هم یعنی همیشه رونده نسبت ماهی و دریا در شعر عارفانه یک نسبت خیلی گسترده ای که شاید یه روزی پست براش ضبط کردم اما به اینکه خیلی جزئی و مختصر بخوام بگم ماهی در جایی زندگی میکنه که برای زندگی بهش نیاز داره یعنی تمام موجودیت زندگی اون ماهی همون دریاست در دریا زیست میکنه نه برای اینکه دوست داره صرفا در دریا زیست بکنه انقدر به دریا وابسته است که اگر از دریا بیاد بیرون زیست نمیتونه بکنه و به اون آب زنده است میگه مثل ماهی ها مایع موجودیت و زندگی خودت رو این محبت عشق الهی بدون بدون که اگر این نباشه نمیتونی بدون که تو وابسته به این هستی اصلا زنده به این هستی بنابراین این رو درک بکن و میباش همچون ماهیان در بحر آیان و روان در این دریای محبت زندگی کن اون وقت گر یاد خشکی آیدت از بحر سوی گنگ شو یعنی اگه اون موقع تو تو این دریا شنا کردی غرق محبت خداوند بودی اگه تو خشکی رو یادت اومد اون موقع خلاف مسیر حرکت کن از بحر از دریا برو به سمت رود از رود دیگه به خشکی دسترسی دارن دیگه باریک میشه میگه اون موقع مسیح خلاف جهت شنا بکن کسی که تو این دریا شنا کرده باشه دیگه حوث خشکی به سرش نمیزنه که <بیشه> در بیت چهارده بسیار استثنایی اشاره میکنه به اینکه اگه به درگاهش رسیدید به هر طریقی شده این ندار و فریاد بزنید میگه گه بر لبت لب می گه بر کنارت می چون آن کند رو نایشو چون این کند رو چنگشو میگه به هر نحوی مستفیز شدید از محبتش میگه گهگداری میاد این قضیه بوس و کنار هست معشوق عاشق رو میبوسه و در کنار خودش میگذاره میگه یه وقتهایی لب بر لبت مینهد و یه وقتها هم در آغوشش کنار خودش میگیردت میگه متوقف نشو اگه لب بر لبتو گذاشت چی میخواد عاشق از معشوق به غیر از این یا اگر معشوق کل روزی لب بر لب تو نهاد رو نای شو مزروش نیه بشنو این نی چون شکایت میکند از جدایی ها حکایت میکند در مصنوی رو که خاطرتون هست میگه تو اگه خالی باشی اگه از منیت و نفسانیت خالی باشی درونت مثل ساز نی خالیه و این هوا رو میتونه به صدا بدل بکنه میگه اگر لب بر لبت نهاد مثل نی باش شروع بکن تولید نوا از موجودیت اون محبت الهی گه بر کنارت می نهد چون آن کند رو نای شو اگه لب بر لبت نهاد نای شو اگر این کند رو چنگ شو اگر در کنارش همطور قرار داد در آغوشش قرار داد مثل چنگ باش باز هم توقف نکن دقت کردی چنگ رو میذارن بغلشون در آغوش میکشن چنگ رو و می مینوازن میگه توقف نکن هر جوری هم که تو رو در کنار خودش قرار داد چه لب بر لبت نهاد چه در آغوشت کشید تو سعی کنی ندار و فریاد بزنی و منتقل بکنی در بیت پونزدهم که پیشنهاد میکنم تمام متعصبان این رو تلاکوب کنن بزنن سردر منزلشون میگه هرچند دشمن نیستش هر سو یکی مستیستش مستان او را جام شو بر دشمنان سرهنگ شو هنگ یعنی سلسله لشکر سپاه میگه هر چند دشمن نیستش و هر سو یکی مستیستش این اشاره میکنه که خداوند دشمن نداره حتی کسی که او رو انکار هم میکنه یک روزی به او خواهد رسید دقت نمیدونم کردید یا نه حتی کسانی که اعتقاد هم ندارن وقتی به گیر و گور وحشتناک میخورن ممکن لحظه ای در دل صداش بکنن و به آخرین تنابی که هیچ وقت فکرش رو نمیکردن چنگ بزنن یعنی خدا و از او کمک بخوان اینجا هم داره میگه کسی اگر کسی واقعا این معشوق رو بشناسه دشمنش نیست بنابراین او اصلا دشمن نداره هر چند دشمن نیستش هر سو یکی مستیستش هر وری که بری یکی به مدل خودش مسته اوست به روش خودش ممکنه تو نفهمی ممکنه با عقاید و دین و مذهب تو یکی نباشه ممکنه با دیدگاه تو یکی نباشه دلیلش این نیست که او خدا رو قبول نداره او عاشق معشوق تو نیست همه عاشق او هستن هر سو یکی مستیستش مستان او را جام شو وقتی مستان او رو میبینی جام شو مثل جام می از محبت باش تو که به درگاه رسیدی تو که تقرب پیدا کردی به معشوق کل از می محبتش به همه مستانش بده اگه دشمنی دیدی سرهنگ شو شروع بکن به مجادله شروع بکن به سفارایی مقابلشون این رو نمیگه برای اینکه وقتی دشمنش رو دیدید سرهنگ بشید و مقابله بکنید به ستیز بپردازید به اول بیت گفت گفت هرچند دشمن نیستش یعنی تصور شماهاست که دشمن داره تصور شما اینه که هر کسی به روش شما به خدا نگاه نمیکنه بنابراین دشمن خداست اصلا از کجا معلوم که شما با این عقایدتون دشمن این معشوق کل نباشید که همه رو از او زده میکنید کاری میکنید که حتی کسی اگر از درون سینش هم احساس و تقرب به او میکنه شرم زده بشه به از اوقات از بیانش شاید این روش شما غلطه اگه تو دشمنی دیدی آنگه برو سرهنگ شو اون موقع برو باهاشون مجادله بکن در بیت 16 میگه سودای تنهایی مپس در خانه خلوت مخز شد روز عرض آشغان پیشا و پیشا هنگ شد پیشا هنگ یعنی پرچمدار و پیشتاز دقت کردید برای سیر و سلوک عرفا کنج ازلت میشینن خلوت میگذینن شروع میکنن در خلوت به تزکیه نفس میپردازن به سیر و سلوک میپردازن میگه اینا همه مال تا زمانیه که نرسیدی بهش تا زمانی که هنوز این پرده رو نزدی کنار روی معشوق رو ببینی دیگه وقتی این پرده رو زدی کنار رسیدی و روی معشوق رو دیدی و پات همونجا لنگ شد و عقلت همونجا لنگ شد دیگه نمیخواد پس از اون در خانه خلوت بخزی خلوت بگزینی بیا بیرون و جار بزن این رو همه رو جذب او بکن و مثل بیت قبلی مستان او را جام شو حالا که دیگه از جام محبت اون نوشیدی دریا دریا نوشیدی به او رسیدی حالا بیا همین محبت رو تزریق کن بین مستان او شد روز عرض عاشقان پیشا و پیشاهنگ هنگ شو روزی که عاشقان باید در بر معشوق حاضر بشن دیگه از خونه خلوت بیا بیرون پرچمدار باش و بیا خودت رو عرضه کن و همه عاشقانش رو هم در صف قرار بده در بیت هفته هم اشاره به موضوع جذابی میکنه میگه آن کس بود محتاج می کو قافل است از باغ وی باغ پرنگور وی گه باده شو گه بنگ شو بنگ یعنی هشیش همین شاهدانه که خب برای نشه کردن استفاده میشه میگه کسی محتاج می میشه کسی محتاج این شراب انگوری میشه که باغ او رو ندیده آن کس شود محتاج می کو قافل است از باغ وی حالا این باغ وی کی هست کجا هست خودمون باغ پرنگور وی میگه تو اگه به این باغ دسترسی داشته باشی اگه روحت رفته باشه و این باغ رو دیده باشه تو خودت تبدیل به این باغ پرنگور شدی دیگه نیازی به می انگوری نداری همیشه سرمستی گه باده شو گه بنگ شو گه مثل شراب مست کننده ای و گه مثل بنگ نشه کننده و مدهوش کننده ای اشاره به این موضوع میکنه که قدیم ها اونایی که شرابخوار حرفه ای بودن بنگ و شراب رو با هم استفاده میکنن من که کلا دیگه از این دنیا کندشن کاملا عقل و هوش رو از دست بدن اینجا میگه نیازی به این چیزا ندارید که وقتی وقت گوش تو وقف لاغ او باشه و چشم تو وقف باغ او باشه خودت باغ پرنگور وی بنابراین خودت میتونی باده باشی خودت هم میتونی بنگ باشی چون همیشه سرمست او هستی همیشه مدهوش او هستی در بیت هجده هم که به تخلصش یعنی خموش یا خاموش هم اشاره میکنه بارها عرض کردم خدمتون تخلصش خاموش بود یا خموش چون معتقد بود که انسان باید چشم و گوش و زبانش رو نسبت به دنیای مادی خاموش بکنه و ببنده و تمام ظرفیت و تواناییش رو معطوف بکنه به دریافت محبت او برای همین هم از تخلص خاموش استفاده میکرد گفت شما در سکوت بیشتر میتونید تعالی پیدا بکنید میگه خاموش همچون مریمی تا دم زند ایسا دمی کت گفت کن در مشغل یار خرانه انگ شو با یک علامت سوال غزل رو تموم میکنه به اولین معجزه حضرت عیسی اشاره میکنه زمانی که آلمان یهود میرن سمت حضرت مریم و بهش میگن که این بچه رو تو از کجا آوردی پدر تو انسان درستکاری بود تو هم به پاک دامنی معروف بودی چطوری بدون شوهر بچه دار شدی؟ نکنه فسخ و فجوری کردی از تو انتظار نمی که این اتفاق بیفته مریم سکوت میکنه و اشاره میکنه به عیسی میگه با او صحبت کنید و عیسی در گهواره در نوزادی لب به سخن باز میکنه و میگه که من رو خدا به پیامبری برگزیده و بقیه داستانهاش که میدونید میگه خاموش همچون مریمی تا دم زند عیسی دمی میگه سکوت کن دیگه تا اینجا صحبت کرده میگه دیگه بیش از این اگر حرف بزنم این چای این مزهش از دهم میفته این, چای دمای مطبوعش رو از دست میده سرد میشه این رو باید داغ نوشید که لذتش رو چشید که خاموش هم چون مریم دیگه بسته دیگه بذار سکوت بکنیم خود ایسا دمی دم میزنه خود خداوند براتون صحبت میکنه کت گفتن در مشغل یار خرانه انگ شو انگ خرانه انگ اینجا منظورش نعره اولاخ هست این یک اشاره به خر حضرت عیسی هم داره میکنه میگه بهتره که دیگه از این به بعد خاموش باشیم اگر ما خاموش باشیم خود خدا صحبت میکنه کت گفتن در مشغله مشغله این یعنی دل مشغولی کی کی گفته که در مشغله موقع دل مشغولی وقتی به این حالت میرسی باید مثل اولاغ نره بزنی و صدات بلند باشه دیگه بسه از یه جایی به بعد سکوت بکن خود عیسی دمی دم, دم میزنه خودش اونجوری که باید صحبت بکنه بالاخره لب به سخن میگوشاید از خواهی میکنم اگر پست خیلی طولانی شد 18 بیت بود و من از خیلی از حرفها ها گذشتم برای اینکه بیشتر شالوده سخن رو بیان بکنم و بهتون برسونم از خیلی چیزها گذشتم میدونم که علاقه دارید به تفسیر اشعار دیوان شمس سعی میکنم بیشتر از دیوان شمس براتون تفسیر قرار بدم البته این غزل رو طبق نظرسنجی که توی کانال تلگرام گذاشته بودم خودتون انتخاب کرده بودید بنابراین من هم سر نهادم بهش و تفسیر کردم خدمتون حتما در آینده نزدیک باز هم های از دیوان شمس تفسیر میکنم خدمتون بنابراین برای اینکه از دستش ندید اگر دارید من را از یوتیوب میبینید همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید و بقیه شبکه های اجتماعی ما رو هم حتما فالو بکنید به ما خیلی کمک میکنه مخصوصا اینستاگرام رو لیستش رو بچه همیشه هم این گوشه براتون میذارن در دیسکریپشن هم لینکش رو و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پویتری رو داشتید اگر داخل ایران هستید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از لینک پیپل استفاده بفرمایید برای اینکه همیاریتون رو به ما برسونید بسیار ما رو کمک میکنه جایی نرید پوست های خیلی خیلی جذاب دیگه ای هم دارم براتون آماده میکنم و اگر میخواید به دیدن ویدیو در یوتیوب ادامه بدید یه پست دیگه از همین کانال رو بهتون پیشنهاد میکنم توی پست بعدی هم میبینمتون به سلامت.